خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی برنامه امروز را آغاز میکنم که البته امروز روز شنبه 9 فوریه سال 2013 میلادی است و ما در خدمتتان هستم. یک بار دیگه من محمود وسیق در برنامه تفاهم در پرتو قرآن در تلویزیون زرین از در خدمت شما هستم و طبق معمول از لابلای قرآن عظیم شان مطالب را انتخاب میکنیم و میارم خدمت بیننده‌های بسیار گرامی و عزیزی برنامه تقدیم میکنم. البته باید یاد بکنم که قرآن عظیم شان کتاب آسمانی که ما داریم بسیار غنی هست از تمام مطالب و موضوعاتی که بتانه انسان ازش مستفید شوه و نیاز ما نیازمندها را برطرف بسازه. قرآن عظیمشان کاملا آشکار هست و ما در برنامه امروز البته صحبت ما روی شناخت خداوند هست، شناخت خداوند از لابلای قرآن و ضمناً تعبیرها و تفسیرهایی که داریم یا برداشتهایی که من دارم خودم شخصا و ضمناً از عقل سلیمی که ما انسانها خداوند ما را مستفید ساخته، از او با استفاده از او بتانیم که در قسمت شناخت خداوند چی میتانیم بگوییم. خداوندی که او ذاتی هست، البته او ذات یکتا و بی همتایی هست که همه برش معتقد است. کسایی که مؤمن به خدا هست اونا همه معتقد هستند، منتها با اشکال مختلف یا با انواع مختلف خدا را شناختن و این مشکل ما انسان ها بوده همیشه در طول تاریخ زندگی بشر. همین مشکل بوده که انسان ها خدای خدا را خودشان به نحوه یا به یک شکل تمثیل کردن یا به یک شکل در ذهن خود او را مجسم ساختن و به مو اعتقاد داره که خداوند به هیچ چیز منحصر بودن نمیتونه. خداوندی که خالق جهان و جهانیان هست، او به هیچ چیز محدود بودن نمیتونه. ولی ما انسان ها اونا می خالق ما را، او خدایی که خالق جهان هست و خالق کون و مکان هست، او را ما در قطعی افکار خود به اصطلاح ما او را محدود ساختیم و میگیم که خدای ما فرق داره و خدای شما فرق داره. یا متاسفانه که گروه های مختلف به این معتقد هستن. چرا من وقتاً با بعضی گروه های از ادیان مختلف وقت صحبت میکنم میگیم، همه میگیم که خدای ما خدای یکتا هست، ولی باز هم کوشش میکنیم که یک اندازه تفکیک بکنیم خدایی را که یک گروه معتقد است با خدایی که گروه دیگه معتقد است. این فقط مشکل ما انسان ها هست. چرا خداوند نمیتونه که چند نوه باشه، چند خدا خو نمیتونه باشه، چند نوه نمیتونه باشه. خدایی است که خدای سبحان یک خدای واحد و لا شریک است. او خالق کون و مکان است، خالق زمین و آسمان است، او همه چیز را آفریده و رزاق است و ما پیش از او مسئول هستیم. ما از او آمدیم و به سوی از او برگشت میکنیم یک روز. این خالق ما هست و این وقت ما، من فکر میکنم که ما خدای خود خوب تر درک کرده میتونیم که اگر از تعصبات خود را ما خالی بسازیم و بتانیم که افکار خود را دور از این تعصبات نگاه بکنیم و امو حدود و چوکات یا حدودی که ما تعیین کردیم و خدا را در حقیقت در امو چوکات یا حدود ما محدود ساختیم برای خود، ما از او بگذریم. اونا را باید رها بکنیم تا ما خالق جهان را بیشتر بشناسیم و خوبتر بشناسیم. البته و مسلمان که یک تعدادی هم هست که خب خدا را نمیشناسن، میگن ما خب معتقد به خدا نیستیم. شاید یک تعداد است که همی که ادعا دارن که ما خدا را نمیشناسیم، شاید من فکر میکنم شاید اونا کسایی باشن که
تپو تلاش نکردن که خدا را بشناسن. یعنی چرا ما انسان خدا را دیده نمیتونه؟ این واضح است که همه ما شما میفهمیم که خدا را ما قادر نیستیم که ببینیم، ولی خدا را، خداوند را از نظر شواهد و شواهدی که در جهان خلقت موجود هست، ما از روی از او شواهد ما میتونیم خدای خدا درک بکنیم، خالق خدا بشناسیم، بفهمیم و درک بکنیم که خالقی وجود داره که همه چیزا با این زیبایی ها و با این خوبی ها موجود هست. پس ما از روی شواهد میتونیم بتونیم اینه درک بکنیم. مثل از ایست که یک جرم وقت اتفاق میفته، یک اگر مجرم معلوم نیست، پلیس کوشش میکنه که نظر به شواهد که جمع‌آوری میکنه از محل حادثه یا از کسایی که در مورد امو حادثه چیزهای میگن، اونا را جمع‌آوری میکنه و بعد از یک تحلیل و ارزیابی میتونن که بیان به یک نتیجه برسن که مجرم کی باید باشه. فرضاً یعنی نظر به شواهد میتونن که اینا را درک بکنه. اما ما کسایی که به خداوند معتقد هستیم و خدا را دیدن نمیتونه و هیچ کس در جهان نمیتونه خدا را ببینه و خواست خدا همونطور بوده، یا شاید هم که ما انسان ها اصلا آمادهش نیستیم، یا بگویم که مجهز به مو وسایل نیستیم که ما ببینیم خالق را ببینیم، اصلا ما مجهز نیستیم برش. اما در جهان هستی وجود داره شواهد بسیار زیاد وجود داره که قرآن کریم که وقتی می فرماید در سوره زاریات، وقتی خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره زاریات سوره 51 قرآن پاک است، آیه 20 و 21، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. و فی الارض آیات للموقنین، یعنی در زمین آیات کافی وجود داره برای کسایی که یقین بکنن به وجود خداوند، باور پیدا بکنن به وجود خداوند. و این چیزیست که قرآن خداوند خودش امیره در قرآن خود گذاشته، برای اینکه ما میتونیم، ما انسان ها میتونیم که خدا را از شواهدش، از شواهدی که مخلوق خدا هست، ما از خدا را درک بکنیم. و فی انفسکم، و در نفسای خود شما، یعنی از نفس خود ما هم میتونیم، خدا میتونیم وقت انسان خود را بشناسه، مسلما خدای خدا میتونه بشناسه. گفتیم وقتی ما میریم برای چهار طرف خود نگاه میکنیم، نظر میندازیم، در یک باغ بریم، در یک بستان بریم، در یک دشت و کوهی میریم، شب تاریک به آسمان نگاه میکنیم، تمام از اینا دال و دلیل به وجود خداوند هست که خداوند سبحان را معرفی میکنه، به زبان قال نه بلکه به زبان حال معرفی میکنه. ولی ما باید در جستجوی از او باشیم، ما باید دقت بکنیم. خداوند ما را متصف ساخته به عقل سلیمی که ما را برای ما خداوند داده، با این عقل سلیم ما میتونیم که خداوند خود را درک بکنیم. گفتیم یک باغ و بستان وقت ما میریم، یک گلهای مرغوب و مختلف را وقت ما میبینیم با انواع مختلف، اشکال مختلف، دیزاین های مختلف، بوی مختلف، رنگ مختلف، قد و قامت مختلف، که از هر کدامش ما لذت میبریم، در حالی که امو همه از اینا را یک باغبان کشت کرده و همه از اینا را یک باغبان اداره کرده و آبیاری کرده و گلها رشد کرده، از امو یک زمین به امو یک خاک رشد و نمو کرده. پس در این صورت ما فقط دقت باید بکنیم. قرآن عظیمشان هیچ وقت بر ما نگفته که خدا را انسان غیر از این که تفکر بکنه و تعقل بکنه از یک رای دیگه میشناسه. باید تفکر کرد و از تفکر سالم ما بتونیم خدای خدا بشناسیم.
ولی کسایی که یک تعداد هم هست که من تذکر دادم که اونا معتقد به این هستن که شاید معتقد به خدا نباشن، شاید خدا رو پیدا نکردن، در جستجویش هستن، تپ و تلاش درست نکردن، ولی قرآن عظیمشان، قرآن عظیمشان برای ما به صراحت تمام یاد میکنه. در سوره ابراهیم است، سوره ابراهیم سوره 14 قرآن پاک به صراحت یاد میکنه، آیه 10ش است، یک قسمتش که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در وجود خدا شک هست کو خالق است که فاطر السماوات والارض، آفریدگار یا آفریننده آسمان ها و زمین هست؟ آیا در وجود از او شک وجود داره؟ در وجود خداوند آیا شک وجود داره؟ وجود اصلا شک وجود نداره. یعنی خالقی هست که جهان اداره میکنه، خالقی هست که روزی رسان همه زندگان ها هست به انواع و اقسامش با اشکال مختلف. او خالق وجود داره که ما را اداره میکنه و ما کسایی هستیم که پس به مو خالق رفتنی هستیم یک روز. اما توجه ما بسیار زیاد مهم است در این امر، توجه و دقت ما بسیار زیاد مهم است. اگر ما یک نقاشی زیبا را ببینیم، یک تابلوی بسیار مقبول و قشنگ را ببینیم و او تابلوی قشنگ را، خب مسلماً ما اصلا شک درش نداریم که یک کسی بوده که نقاشی کرده، یک کسی بوده که رنگ آمیزی کرده، وقت خود سپری کرده و این پارچه بسیار مقبول و زیبا را ایجاد کرده. پس او خودش نشاندهنده از ایست که خالق وجود داره، یک کسی وجود داره که سانه جهان هستی است، خالق جهان هستی است. و ما میتونیم که، البته باید گفت که امروز با این تکنیک و تکنولوژی و پیشرفت های چشمگیری که از در سایه تکنیک و تکنولوژی ایجاد شده، با تلسکوپ های مختلف، با مایکروسکوپ های بسیار قوی و پاورفول، تا بتانن که خردترین چیزها را در جهان بتانن ببینن، خردترین چیزها را. اما بشر قادر نشده که یک تلسکوپ را ایجاد بکنه که بره و نفوذ بکنه از ماورای فیزیک و بره و در، یعنی بتانه که درک بکنه که خدای خدا در کجا هست. اونطور چیز انسان قادر نیست که بسازه. او چیزایی است که ما خدا را با او وسایل دیده نمیتونیم، با او چیزها هیچ وقت ما او را، خداوند را دیده نمیتونیم با او وسایل. فقط چیزهایی که مخلوق خدا هست ما با این وسایل میتونیم که او را ببینیم و تفکیکش بکنیم و ازش استفاده بکنیم. اما به خاطر شناخت خداوند فقط و فقط ما نیاز به عقل سلیم و توجه و دقت کامل داریم و ما باید بریم تپ و تلاش بکنیم تا خدای خدا بشناسیم. ما باید بگردیم، دنبال خدا باید باشیم. خدا را هر طرف انسان میبینه اگر راستی بخواهد. چنانچه که قرآن کریم میفرماید که سوره عنکبوت آیه 69، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی او کسایی که تپ و تلاش میکنه در راه ما، خداوند میفرماید تپ و تلاش میکنه. اگر ما می تپ و تلاش را
به خاطر شناخت خدا آغاز بکنیم که ما بخواهیم خدای خدا بشناسیم، لنهدینهم سبلنا، خداوند وعده میکنه که من راههای وصول به خود را هموار میکنم برش، یعنی شناخت خدا را برش آسان میسازه. در آفاق و در انفس وجود داره، خداوند هر جای وجود داره که ما باید اون را درک بکنیم و عظمت را ما باید دنبالش باشیم. زیبایی مخلوق که خالق خدا بشناسه امی هست که دنبالش باشه تا او را پیدا بکنه. گم شده خدا باید پیدا بکنه. او موقعی است که انسان با قلب سلیم و آرامی که داره و مخلصانه هست، فقط خود را درک کرده، انسان خود را شناخته، میتونه خدای خدا بشناسه. کمی خود که مایی که ایجاد شدیم، خلق شدیم، خو یک ثانیه دارم، یک کسی که مرا آفریده، یک کسی که مرا ایجاد کرده. و حتما انسان میتونه که در صورت قادر شود که انسان خدای خدا بشناسه. اما هیچ وقت ما قادر بودن نمیتونیم. چرا بعضن اگر تو فکر کنی خدا را آدم ببینه، خب مسلما گستاخی است از که انسان با یک موجود بسیار ناتوان و ضعیفه که یک ذره در کائنات بیش نیست، از ذرام شاید بسیار زیاد است که میگیم در کائنات بیش نیست، و ما بگوییم که ما خدا را ببینیم که قبولش بکنیم. بسا چیزایی است که ما نمیبینیم ولی قبول داریم، معتقد هستیم برش، اما ما فقط دنبال ازی باید باشیم که خدای خدا بشناسیم تا بتانیم خدای خدا درک بکنیم. اگر فقط یک چند لحظه مک کسیتی هست که میخوایم او را برای شما جان بعد کامرشال میریم. بسیار خوب. خب پس فعلا چون آماده نیستیم میریم بک پسان، البته چند دقیقه بعد به کامرشال میریم. بعد از کامرشال که آمدیم باز یک کسی دینا را براتان یک 4-5 دقیقه بیشتر نیست البته میشنوانیم. منتها من در این قسمت باید تذکر بتم که البته نکات مهمی است که من باید سرش روش صحبت بکنم، اما من نمیخوایم که صرفا یک دو سه دقیقه صحبت بکنیم و باز بریم به کامرشال. منتها باید ما خدا را از شواهدی که در جهان هستی هست ما باید بشناسیم. بیاین که ببینیم همین قلمی که من امروز به دست دارم امیاله، همین لحظه به دستم است. خب من این مثال به خاطر میگم برای اون کسایی که شاید معتقد نیستن به خداوند، اعتقاد ندارن، آیا همین قلمی که به دست داریم یک قلم هست، آیا خودش از چند حالت خالی بودن میتونه؟ یا ایست که خود به خود با وجود آمده، خودش ساخته شده، خودش با وجود آمده، ضرورت ایجاد شد، من میخواستم یک چیز را نوشته کنم، یک قلمه یک چیزی به دست ما آمد نوشته بکنم، آیا همی درست است؟ آیا واقعیت داره؟ و یک حالت دیگه از ایست که همی قلم را یک کس یا یک فابریکه ساخته، چون ضرورت برای نوشتن ایجاد شده، ضرورت برای نوشتن دیده شده و همینطور یک چیزی ساخته که باید انسان بتانه که را بگیره و نوشته بکنه. یا ایست که خود به خود به وجود آمده، یا ایست که این را کس ساخته، و یا ایست که اصلا قلمی وجود نداره. من فکر میکنم در حالی که دیگه کسی نمیبینه اصلا اون را که قلمی هست.
که من البته بعد از اینکه با کمرشل رفتیم امروزی صحبت میکنیم، نکته نکته جالب هسته، چند لحظه با کمرشل بریم و بعدن ما در خدمتتون هستم. تشکر. اعلانات تجارتی خیش لطفاً با شماره زیل به تماس شوید. My name is Payam Shayani. I'm an accident attorney. If you're involved in an accident, please contact my office immediately. دفتر پیام شایانی با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده در خدمت شماست. پیام شایانی با بیش از 12 سال سابقه کاری دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت. مشاوره با تعیین وقت قبلی. My office specializes in handling accident cases only. We have successfully handled thousands of cases and collected millions of dollars for our clients. دفتر لس آنجلس 310-777-777-9. با دنیا رستوران خوش آمدید. با غذاهای متنوع، آشپزان مجرب و فضای گرم در خدمت شما می باشیم. از غذاهای لذیذ ما 7 روز هفته برای صرف غذای چاشت و شام لذت ببرید. دنیا رستورانت با مدیریت هاشم عباسی در قلب الکساندریا ورجینیا آماده پذیرایی از شماست. کیترینگ برای محافل خوشی شما در ورجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند با بیمه بیش از $1,000,000 نیز پذیرفته می شود. شماره تماس 703-212-8511. برای معلومات بیشتر با وبسایت dunyabanquet.com مراجعه نمایید. دنیا رستوران، مهماندار همیشگی شما. Standing on carpeting feels so good on your bare feet, but you wouldn't put carpeting in your shower. Well, now you can! Introducing AquaRub, the world's first quality carpet uniquely made for your shower, tub, or anywhere there's water, dirt, or mildew. AquaRub's patented design allows water to flow right through, and its slip-resistant backing ensures it always stays right where you put it. Now you can throw away that and that. That's bacteria and mildew you track all over the house. AquaRub is the last bath mat you'll ever have to buy. No more soggy mats, no mildew, and no cleaning. AquaRub comes with a 10-year guarantee not to stain, mildew, or wear out, or your money back. Call right now to get yours for only $19.99. But I'm so excited for you to try this product, I'll include a second Aqua Rug, just pay separate shipping and processing. That's two Aqua Rugs for only $19.99. But you gotta call right now to get this deal. Call 1-800-381-9759 or go to buyaquarug.com. عبد رسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی. مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه کرایه کوچک‌کشی، پول وکیل و انسپکشن خانه پرداخته می شود. اگر توسط عبد رسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قبیتان از سهم وی رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبیب رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید. شماره تماس 647-229-85. از پاهای پینه بسته خود شرمنده اید؟ بدون سنگ پا و با استفاده از یک محصول جدید، شما اکنون می توانید در مدت فقط چند دقیقه پای پینه بسته خود را به این تمیزی درآورید. فقط کافی است مقداری از این ژل ویژه را روی پچ ریخته کف پای خود قرار دهید تا بعد از فقط چند دقیقه آن لایه های خشک و سفت از پای شما جدا شوند. سپس با استفاده از کرم نرم کننده مخصوص پای شما همچون پای کودکان نرم و لطیف خواهد شد. قیمت این محصول بسیار مؤثر فقط $10 است که شامل 4 پچ، ژل نرم کننده، کرم آرام بخش و اسپری مخصوص می باشد. تلفن سفارش 1-800-303-2222
93-93-97. برای اعلانات تجارتی خیش لطفاً به شماره زیل به تماس شوید. خب بیننده بسیار گرامی، بازم در خدمت شما هستم و صحبت، البته قبل از اعلان صحبت مادر امید بود که ما فرزن همی قلمه که من بدست دارم از سه حالت خالی نیست و یکیست که یا ایست که خود به خود به وجود آمده. صحبت ما البته بیننده محترم ما که اگر کسای بعد از تفریح برنامه مرا بعد از کمرشلینا میبینن، صحبت ما روی شناخت خداوند است و البته شناخت خداوند در آفاق و انفس بسیار زیاد شواهد زیادی وجود داره. فقط ما قسمت اخیر صحبت ما در مورد کسایی بوده که شاید معتقد به خدا نیستن، شاید به خدا اعتقاد ندارن، یا اونا انتظار از این را دارن که خدا را ببینن و اعتقاد پیدا بکنن. و ما فقط سر این مسئله قلم اینا صحبت کردم که این قلم که من به دست دارم، خب این قلم یک سانه داره، یک سازنده داره، کسی هست که میره ساخته. قلم خود به خود به وجود نامده. ببینیم که از خود اگر ما سوال بکنیم، اگر سوال بکنیم که آیا این قلم که به دست دارم این قلم خود به خود به وجود نامده، خب حتما هر صاحب عقل امیره رد میکنه که نه، اصلا به خود به وجود نامده. پس سوال دوم ایست که پس این قلم یک سازنده داره، یک سانه داره که ایره ساخته و از ضرورت برش ایجاد شده، امیره طرح کرده و ساخته. پس وقتی که میگیم اگر امی سوال را ما جواب بگوییم، در حقیقت خدا را ما رد نکردیم، خدا را ما رد نمیکنیم، برای اینکه ما که خلق شدیم حتما خالق داریم. جهانی که خلق شده، جهان هستی که با این نظم و دقت وجود داره، خب مسلماً که خالق داره. اصلاً چطور انسان ایرا رد بکنه؟ به می خاطر است که در سوره ابراهیم وقت خداوند فرمودن که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در وجود خدا شک وجود داره؟ در وجود خدا شک وجود داره که ایجاد کننده آسمان ها و زمین است؟ خب مسلمان شک وجود نداره، او خالقی است که ما قلب ما برش میتپه. کسایی که مؤمن به خدا است، کسایی که انسان های مخلص هستند و دنبال خدای خداوند خود هستند، خدا را در آفاق و انفس میبینن و میشناسن. منظورم خداوند رویت نداره، ولی منظور ما ایست که در علایم و شواهدی که ما میبینیم در آفاق و انفس، در خود و در جهان میبینیم، واضح است که خداوند را در اونجا ما میشناسیم. بیاین که بریم به ما یک سیدی میریم که یک چار دقیقه تقریبا، بیشتر چار نیم دقیقه بیشتر نیست. اگر لطف کنین اون سیدی برای ما نشان بدیم، بعد از او باز روش تبصره میکنیم. با ما باشین. خداوندا، در برابر چنین پهنه عظیم و گسترده‌ای، با اون ابعاد گیج کننده که از هر نظر اعجاب آور و فراتر از فهم ماست، من حتی شرم دارم بگم کوچیکم، ناچیزم. فقط باید با فروتنی اعتراف کنم که هیچم، هیچ. با این همه خدای من، وقتی به لطف و عنایت تو فکر میکنم که چطور به انسان این امتیاز رو دادی که تو رو یاد کنه و نام تو به زبان بیاره و اجازه دادی که با تو حرف بزنه، جسارت پیدا میکنم، زبونم گویا میشه و رو به سوی تو فریاد میزنم
و از تو میپرسم خدایا نشانه های تو کجا جاست؟ پیامبران به ما آموختند که آیات و نشانه های خدا را در جهان طبیعت و در نفس انسان جستجو کنیم و برای رسیدن به آستان کبریایی خداوند بیدار و هوشیار بشیم و به طبیعت نگاه کنیم، به پدیده‌های خلقت فکر کنیم و خودمونو بشناسیم، دنیای بیرون از ما و دنیای درون ما. نشانه های خدا اونجاست، نشانه های خدا اینجا، همه جا. جهان آفرینش معبد خداست، عالم محضر خدا، همه جا معجزه، همه جا شگفتی. پدیده های جهان تجلی اراده و خواست خداوندند. اتم، مولکول، ژن، سلول، میلیون ها نوع گیاه و جانور، پیچیدگی اندام ها، جنین، مغز، سیستم اعصاب و گردش خون، میلیون ها میلیون خورشید و کهکشان، پدیده انبساط جهان و انفجار بزرگ مهبان. اینها همه نشانه های حضور خداوند هستند. آسمان ها و زمین تخت پادشاهی پروردگار را به دوش می کشند و عرش الهی بر فراز اونها برافراشته است. به هر طرف و هر کجا نگاه کنی نشانه های خدا را پیدا می کنی. او آشکاره، او آشکار ترینه، او هرگز پنهان نبوده که ما پیدا و آشکارش کنیم. تو خودتو گم کردی، پیدا شو. تو خوابیدی، بیدار شو. چشماتو باز کن، باز کن. نشانه های خدا رو ببین، خدا رو ببین. خدا خب البته من باید یادآور شوم کمی کست را که به نام خدای من هست، یک خواهر از بیننده های محترم از این برنامه هست، برای من روان کردن که از شما بسیار زیاد تشکر میکنم. کسی تقریبا یک ساعت کسی دستیز بسیار خوب و زیبای است. امید است که دوستا و بیننده های محترم ازش لذت برده باشند. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. بله آقای واسیق، سلام علیکم. سلام علیکم خواهر گلم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. من فرشته هستم، شما رو باز هم از نیویورک دعوت میدم. بسیار خوشحالم فرشته جان، خوب باشین با فامیل و عزیزایتان هم انشالله. سلامت باشین، شما همچنان. بی سبرانه منتظر پروگرام مقبول شما هستیم. هر روز شنبه دیگه اگر پروگرام شما دیدن نتونستیم، حتما از طریق یوتیوب امو پروگرام هایی که شما ثبت کردین او را البته بارها میبینیم و بسیار به وجود شما افتخار ما داریم. سلامت کردین، بسیار لطف کردین، مهربان هستین و انشالله که بیننده های خوب ما هستین و بر بیننده های خوب خود ما هم افتخار داریم. شکر ما در خدمتتان هستیم، جای بسیار خوشی و مسرت هست. بسیار تشکر میکنم از شما. خوش میکنم آقای واسیق، یه خواهش داشتم. بفرمایید. هفته گذشتم به شما عرض کردم که من
چندین بار کوشش کردم که با آقای شفیع عیار تماس بگیرم، من تماس گرفته نتانستم و هیچ راهی هم پیدا کرده نتانستم و بالاخره چون پروگرام شما آمد من نمیفهم، اگر شما یکان کمک برای من کردن میتونین که من نمره از اینا را داشته باشین، نمره مرا اگر زحمت نمیشه برشان برسانین، ایتر یک امکان من شما را میشه که شما را در هولد بگذارم که اگر در اتاق کنترل اگر بتانن که یا یک نمره شما را بگیرن بر از اونا بتن یا یک نمره از اونا را برتان اگر لطف بکنن، من شما را خیلی در هولد میگذارم. بسیار تشکر، خواهش میکنم، لطف کردین، خدا همراهتان باشد، در هولد باشین، اتاق فرمان میگیرد چیزتان. بله خواهش میکنم، خدا نگهدارتان، خواهش میکنم. خب بسیار خوب بیننده بسیار محترم، حالا فعلا در این مورد ما بیشتر که وقت فکر میکنیم راستی بسا چیزهایی هست که اگر یک اندازه دقت بکنیم ما را واقعا بسیار یاری و کمک میکنه در این را تا بتانیم که خدای خدا بشناسیم و بیشتر به کنه ذاتش پی ببریم تا جایی که مقدور از توان ما. ببینید که ما فقط یک مثال آفتاب هم یک مثال براتون بزنم. این آفتاب با عظمتی که هست که امروز بدون آفتاب اصلا حیات ممکن نبوده در این زمینه که ما درش زندگی میکنیم، اصلا حیات ممکن نبوده و این آفتاب است که بر ما حیات بخشیده، بر تمام زنده جان ها حیات بخشیده و این آفتاب دقت فقط در یک خود آفتاب اگر ما دقت بکنیم ببینیم که چقدر چیزهای درش نهفته است. اصلا من دیروز به اینترنت اینا رفتم و یکم کوشش کردم که در راجع به خود آفتاب اینا یک سری معلومات اینا پیدا بکنم که چقدر با عظمت است. اول این نوری که آفتاب تهیه میکنه، انرژی که برای ما میده، حرارتی که برای ما تولید میکنه. میدانین خود آفتاب کره یا هسته آفتاب، هسته آفتاب در حدود، یعنی مثال زدن، تخمین زدن که در حدود 100 بیلیون یعنی 100 هزار میلیون بم اتمی اگر انفجار بکنه در هر ثانیه و نور و انرژی یا حرارتی که تولید میکنه اونمو حرارت است که هسته آفتاب ایجاد میکنه، همون حرارت است که ایجاد میکنه. 1 بیلیون بم هسته‌ای، بم اتمی انفجار بکنه در هر ثانیه تا نور ایجاد بکنه. شما فکر کردین که چقدر با عظمت هست آفتاب و خالقی که این خلق کرده چقدر با عظمت هست؟ شما فکر کردین که این آفتاب که در حدود 5 بیلیون سال یا 4.6 بیلیون سال عمر کرده، یعنی 4600 میلیون سال عمر کرده، نظر به تخمینی که ساینتیست ها زدن، یعنی در قد در مدل ایج است، در وسط عمر خود است و میگن که در حدود 5 بیلیون سال عمر دیگه ازی باقی مانده، یعنی 10 بیلیون سال عمر آفتاب اگر ما فکر بکنیم و 5 بیلیون سال، 4.6 بیلیون یا تقریبا 5 بیلیون سال عمر ازی که گذشته، فکر بکنین که در هر ثانیه اینقدر انرژی ضرورت است که بتونه نور نگاه بکنه و ای فیول یا مواد سوخت ازی از کجا تهیه میشه در هر ثانیه. در هر ثانیه معادل 100 بیلیون بم هسته‌ای یا بم اتمی که انفجار بکنه تا انرژی و حرارت را که آفتاب داره تولید بکنه. یک تخمین زده شده و حتمی باید آماده شود. ببینید که خالق، یعنی خداوند که میفرماید شما با آسمان ها نظر پرتین، به هر جایی که نظر پرتین خدا را میبینین و فی الارض آیات للموقنین، آیات بر کسایی است که یقین بکنن. فقط یک آفتاب شما نظر پرتین
یافتاب در حدود 92% از هیدروژن تشکیل شده، 7-8% هم هلیوم است و به خاطر این هسته‌های از اینا که فیوژن یا اتحاد هسته‌ای که صورت میگیره و همین انرژی یا همین نور تولید میشه. نوری که در هر ثانیه نیاز برش است و یک ثانیه تا عقب نمانده و این خداوند ایجاد کرده و این خداوند خالق است که خواستش بوده و ایره ایجاد کرده. ولی آفتاب ما تنها یک آفتاب در جهان نیست، بابا آفتاب تنها یک آفتاب در نظام شمس ما که ما یک گوشه از ملکی وی قرار داریم، یک آفتاب است که بر ما ضرورت است، اما بلیون ها وجود داره، چون نظام شمس مختلف وجود داره، بلیون ها وجود داره و می نظام شمس ما که ما درش ملکی وی که ما درش زندگی ما درش هستی داریم، هستیم، زندگی میکنیم، بلیون ها ستاره درش وجود داره و فکر میکنیم که چقدر با عظمت است. خب ما مسلمن که عقبش ما باید این خالق است که ایجاد کرده. فقط دقت کار دارم ما میتونیم خدای خدا بشناسیم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. درود بر شما آقای وسیق، استاد گرامی، خواهش میکنم، معلم روشنگر. خواهش میکنم، خدا همراهتان باشه. آقای کیوان محترم بفرمایید. امیدوار هستم آواز من به اندازه پیرسانه که کار کنه کسی را. نه، آواز خوب است. بله. آقای وسیق، بحثای خودتا که من واقعیتش منتظر میمانیم به تایید از صحبت امی خوهری که قبلا لطف فرمودن، همیشه من منتظر میمانیم و خصوصا من علاقه دارم، ولی وقتی که باز یک بحث بسیار جالب به نظر بخوره، علمی فلسفی به نظر بخوره، باز دیگه فورا من آرام نمیگیرم و زایم میشم. خواهش میکنم. بسیار بحثی خوبه باز کردین برادر عزیز، که خدا و خدا شناختن و یا شناخت خدا یک بحث کاملا علمی و فلسفی هست که فکر نمی کنم که به این سادگی آدم بتانه حلش بکنه، که خودش به اعتقاد و فید و یا عقیده باز ارتباط می گیره که ما احترام داریم. مشنین؟ بله بله کاملا. آقای وسیق، خود خدا که من زیاد سرش خب نمیگم آل زیاد دیگه، زیاد گفتم که من کار خودم است و من فضل فروشی نمی کنم، کار میکنم، زحمت میکشم. خود خدا را معنیش بسیار گپ مهم است که آدم اول معنی لفظی و لغوی خود خدا را آدم بشناسه و یا بفهمه که چی ای خدا، از کدام فعل، از کدام اسم، از کدام مصدر، از چی است، از کجا گرفته شده. ولی در یک جای تورات آقای وسیق، دوستا هم میشنوم که زمانی که موسی علیه السلام میره به کوه طور و او ملاقات با او زمان خدای به نام الله شناخته نمیشد، یهوه صحبت میکنه و او هم فلسفه بسیار زود و داره که چرا رفت و قوم از یخنش گرفته بود که شما مرا مثل بیرون آوردین و آله ما در میدان هستیم و این و آن و بسیار و بحث دراز است. به هر حال در اونجا یک جای در خود امی عدد نوشته شده که تورات از کلمه خدا از کلمه عبری به نام من هستم گرفته شده. این به این ارتباط گفته که گویا اونجا اگر شما هم تبن خوندین که وقتی خدا موسی علیه السلام میگه که خب من وقتی که اینجا آمدم با خودت صحبت کردم، دوباره وقتی که برمیگردم من چه بگویم که پیش کی رفته بودم که قوم لااقل اعتماد بکنه، قبول بکنه که ما کجا رفتیم. و یهوه بعدش میگه که برای قوم بگو که من پیش خدای عبرانی ها رفته بودم، خود موسی از قوم عبرانی ها هست، و بگو که من پیش خدای عبرانی ها رفته بودم
و با او صحبت کردم ولی برش بگو که او گفت که من هستم خواهم بود. ببینین اینجاست که او محقق این کلمه را از اونجا میگیره که گویا من هستم که هستم. بله. اینجا وجود خدا که ثابت میکنه خدا در او زمان و در زمان ابراهیم. صحبت دیگه که شما راجع به کلام اینا آغاز کردین، ای هم یک بحث علمی و فلسفی هست که اولا از تورات و قرآن آغاز میکنیم که چرا ابراهیم علیه السلام سلسله به سلسله از فامیل و پدر خود شروع میکنه و به خدا پرستی، به وحدانیت پرستی، نه خدا پرستی، وحدانیت پرستی، یک تا پرستی، بله، مردم دعوت میکنه او سمه به سمه یا سلسله به سلسله یا ستپ بای ستپ تطبیق پیش میره. قال هازا ربی هازا اکبر، لفظ کلام خداست که به افتاب و مهتاب اشاره میکنه، ولی وقتی که قوم میبینه که افتاب و مهتاب به مزرعه میره باز میگه که ای چطور خدایی است که نصف روز یک روز بود و شب بود و حال نیست. بالاخره او میگه که خدایی است که خالق همین آفتاب و مهتابی که من برای شما گفتم که یک روز بود و یک شب بود مهتاب و یک روز کامل آفتاب بود آل نیست، او خدا خالق است. یعنی به ترتیب همه چیزی که باز بحث دیگه راجع به صانع و مصنوع، ابوالمنتهی یک کتاب منطقی هست که من بسیار سال پیش که جوان بیش نبودیم او را خواندیم در مدرسه دارالعلوم عربی که خودمان قبلا پیش علما میخواندم. او شرح از ایساغوجی بزرگترین و معروفترین کتاب منطقه اسلامی هست و او شرح از او میگه که صانع و مصنوع باز بالاخره میگه هر صانع نیاز به هر مصنوع نیاز به صانع داره و هر صانع نیاز به صانع. یعنی به ترتیب قلم شما یک ثانیه داره و او ثانیه دیگه داره و بالاخره ثانیه نهایی کیست؟ ثانیه نهایی کسی است که او مثل و مانند نداره. یعنی قبل از او چه میگن مدل که یک روز دیگه با آقای چیز مرز کردم آقای مهندس بزرگان که مدل نداره. نه. وقتی که یک خدایی که مدلش قبلا وجود نداشته باشه وجود داره او خالق است. حال بحث دیگه که ما باز کردیم و میکنم سرش کار میکنم که هیچ چیزی که آنها ما به دست میاریم اکثرا مدل نیست، مدل نداره. علم امروزی بسیار چیزا رو کشف میکنه و دست میاره که مدل نداره. پس این یعنی چی؟ و آمنیم راضی برازی آقای وسیق که بحث کوتاه میکنم. ما به نظر خودم خدا یا قدرت معنی میدم، قدرتی که انسان دوپاره، انسان اولی ابتدایی را در تنا گرفته بود، این خداست. یعنی این قدرت است. وقتی که خدا را قدرت معنی کنیم، این قدرتی که انسان در تنا میگره و انسان به خاطر رهایی از او میره به او رجوع میکنه که بتونه از این تنا، از این حالت رهایی بیابه. شما آدمی خاطر را میبینین که ارباب الانواع بودن نه یک خدا. خب چرا؟ به خاطر از این که همه آفات طبیعی انسان دوپاره در اول زیر فشار گرفته بود، ولی سلسله به سلسله سمه به سمه هم پیشتر عرض کردم زمان این حرف میرسه که همه قدر علم تکامل میکنه، همه قدر انسان متجسس میشه، همه قدر آگاهی بالا میره و ای خدا یا بس خدای زردشت و خدای فرعون و خدای ابراهیم تقلیل میفه و بالاخره به خدای واحد در وقت ابراهیم علیه السلام که او ابراهیم از حنفا هفت نفر اونها خدا پرست و یکتا پرست بودن. این بسیار علما میگن که حضرت محمد یکتا پرستی را آوردن، نه هرگز نه، او را ابراهیم یکتا پرستی را آورده. درست است بله. ابراهیم یکتا پرستی را آورده و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام اسمش در زمان الله گذاشته که بت‌های اصاف نائله را پس کرده در مکه و مدینه و این الله خدا در اونجا که الله ما شما هست اینجا در اون مسند نشانده.
این نام عظمی روز و عظمی تاریخ سرزبان ها شده. برحال بهترین بحث فلسفی و علمی به نظر بنده که هیچی ردش مشکل است به من کشیده ایست که هر او قدرتی که انسان زیر فشار بیاره و انسان ناگزیر به او رجوع میکنه به خاطر نجات خود، یکی از اونا همین خدا و یا قدرت است. خب حال این خدا را چطور آل ما پیدا کنیم؟ هرگز نمیشه. چرا؟ علم آخری امیر ایجاب کرد که ما را به خدای ببره، هو الخالق و الظاهر و الباطن، قرآن است، میگه خدای است که هیچ دیده و شنید نمیشه، لمس نمیشه، زین و ایناله. اینجاست که ما حضرت پیامبر یک انسان فلسفی، آگاه، سیاستمدار، عالم زمان خود میدانم و آفرین از این هنر، آفرین از این علم، آفرین از این منطق، حتی ابراهیم که انسان در جای در نقطه رسانده که به اصطلاح عام دیر به جرأت میگیم کل علما بشنوند، کل علما حق دارن، علمای دین که جواب بدن، این همون حرفی است که ما میگیم انسان پشت نخوت سیاه روان میکنه. حال دیگه پیدا کردن این خدا کار آسان نیست جز اعتقاد، عقل، عقل گریه هست. بله. و از این خاطر ما اعتقاد میگیم. این بود خلاصه بحث تشکر. تقریبا 10 ساعته که باید ایجاب میکنه که آدم سرش بحث بکنم، ولی خلاصهش امیز که ما مسلمان ها اعتقاد داریم و مسیحی ها و یهودی ها هم که خدای وجود داره، او همون قدرت است که انسان در همون روز در تنگنا گرفته بود و امروز هم وجود داره. او زمان سیل بود میکشتش، آله از ترس آب جوشان و آتش دوزخ و ظلم ملائک ما را میترسانند. فرقش همین شد که ای تهدید قرض است، یعنی در آینده ما یه باید ببینیم و او عملا دیده میشد. فرقش اینه میست. حالا که بسیار مشکل است. تشکر. بسیار جالب است. درود بر شما. خواهش میکنم. موفقیت شما آرزوی من. لطف کردی. چیزی که از اندوخته های ناچیز خود داشتم عرض کردم و ای علما که هر چی میگن بگن، ولی ما میگیم که بگذار هر کس اعتقاد داره به هر آنچی که میگه خدای ماست و او سبب اصلاح از او انسان میشه، او را مانع نشد. نگویند که چرا نام الله ما را نمیگیری، بگو هرگز تو مسلمان نیستی. او میگه برادر تو هم به نام الله خود خود اصلاح نتانستی ساخته، ولی من بنای بت خود میخوایم خود اصلاح بسازم. بیا در جامعه ما خودت امتحان میدیم که تو مفید هستی یا من. من عقیده نمیست که احترام به عقاید و احترام به خداشناسانی که هر آنچی را قدرت و یا خدای خود میدانه، به شرط این که من سلم المسلمون من لسانه و یدیه نباشد. تشکر. تشکر. آمین. لطف کردین. خواهش میکنم. بله ببینید که خب خداوند یکتا هست، به همتا هست، همونطور که من در اول یاد کردم او خالق جهان و جهانیان هست، هیچ نه و مثل و مانند نداره، هیچ گفتی آقای کیوان هیچ نه مدل نداره. او خالق یکتا هست که حضرت ابراهیم شناختش و پیامبرای بعد از یا پیش از پیامبرها همه به اون به خاطر می معرفی خداوند خالق یکتا هست و بی همتا هست و در جهان نمونه است، آمدن تا بشریت را در راه راست رهبری بکنن. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. آقای صبحتیق سلام میدارم. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از پروگرامه بسیار خوب بودن. لطف داری؟ به اعتماد گفتار که شما لطف کردین و کن به قسمت بزرگی و عدیت خداوند بلی؟ قابل ستایش است. و البته ما به اعتماد میبینده که بیشتر زنگن گفتار شما شمیدم، یعنی ثبوت خداوند قسم که شما گفتین در دو بود آدم دیده میکنه، داخل انسان و خارج انسان. بلی؟ و خارج انسان سن انسان مثلا یک قسمت شما نشان دادین و داخل انسان که چیز و وسائل
بله. و در هست وقت وقت زمان قرآن پیغمبرای نازل کرده توسط از او پیغمبران مسجد برای مردم رساندن. اینان بسیار به شکل یک اعتقاد کامل برای انسان جویا و جوینده قدرت بزرگ خداوند در یک بسیار شاهد بسیار خوب گفتم میشه یعنی آدم میتونه که عدی چیزایی که در جنگی خداوند خلق کرده وحدانیت خداوند آدم ثبوت بکنه. بله. سوال دیگر نمیمون اگر به حساب اگر قسم تو ناز گفتم بعض من بگو علمی و فلسفی باشه علاقه میگرم مگر این خودش نمی خودش فلسفه خود انسان بود در اون بیرونی دیگر. بله. بسیار مهم است. بله. بله. بسیار تشکر. خواهش میکنم. خدا نگهدارتان. با امان خدا. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام علیکم آقای وسیق. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام و تقدیم میکنم. احترامات ما رو بپذیرین. بفرمایید. هر دن که ما همون روزی که چند هفته پیش شما در مورد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بباشه همی صدای تلویزیون ما چوب کنم. بله. در مورد ازدواج حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حرف میزدین و شنوندهای شما تمجید میکرد مردمایی که حساسیت نشان نداده ما چرا حساسیت نشان میتیم و ما وقتی که یه حرفار شنیدم و بعد از یک نماز خواندم قرآن رو باز کردم خدا در مورد ازدواج حضرت رسول به ما خدا نخواسته که شک و شبه خلق شده شد اگر ذات اقدس الهی یک روشنی بندازه ما در قرآن شریف باز کردم صفحه رو دیدم که اینجا ما به فکر ما به ذهن ما رو به کلی روشنی داده خداوند متعال به ازدواج حضرت رسول برخی از این منکران قرائت قرآن ببخشید شما من نمیبینم خوشی برخی از این منکران چون قرائت قرآن کنی به ظاهر گوش کنند ولی به معنا نمی اندیشند. آیا تو کران را هیچ عقل و ادراکی که هم ندارن با نهاش نمونده می توانی؟ دیگر به این معنا که به ازدواج حضرت رسول بعضی مردم ها